یا دریای ماد یا دریای مدیترانه و یه سرش اردن در خوریک یا خلیج پارس و هممیهنان لور ما رو هم جز کردستان بزرگ در نظر میگیرند و در بسیاری از برنامه های این ببینید اینها یک سیاستی دارن، بخشی از این حزب های پانکردی که دشمن هممیهنان کرد ما هستند در سیاست رسمیشون کمی خودشون رو آرایش و بزک میکنن، ولی یک سری زیرمجموعهایی دارن، زیرمجموعهای سایبری دارن، افرادی که با این حزب ها در پیوند هستن یا هموند یا اندام یا عضو این حزب ها هستن، اینا به شکل نقاب مستقل بودن به خودشون میزنن، اما میان در برابر دوربین میشینن و هممیهنان آذری ما رو به نجات کشی کردن تهدید میکنن. از آن سو هم همین دار و دسته پانترک ها میآیند میشینند و هممیهنان کرد ما رو به کشتار و کوچ اجباری و نجات کشی تهدید میکنند. همین چیزی که ما امروز میبینیم که پان پشتون ها در افغانستان شروع کردن کوچ اجباری پارسی زبانان در منطقه پنجشیر و بخش های پیرامون اون رو به زور دارن پارسی زبان ها رو کوچ میدن و طالبان هم که 95%شون پشتونن، پان پشتون هایی هستن که اسلامگرا، تروریست اسلامگرا هم هستن، ولی مانند همون کاری که پان ترکا در سال 57 به رهبری آیت الله سید کاظم شریعت مداری و پسر پدر سوختش حسن شریعت مداری معروف به حسن صدق خور انجام دادن، بخش پان ترکیستیشون رو پشت نقاب اسلامگرایی پنهان کردن، پان پشتون ها هم بخش پان پشتونیشون رو پشت نقاب اسلامگرایی دارن پنهان کردن و در واقع یکی از مأموریت هایی که مافیای جهانی به ویژه CIA، MI6 یا MI6 و موساد به اینها داده ستیز با فرهنگ ایرانی، ستیز با زبان پارسی و کشتار و کوچ اجباری پارسی زبانان در افغانستان است. کدبان بیاندازه از تو سپاسگزارم. کدبان قاسمی گرامی شما در خدمتون هستیم، بفرمایید. سعید جان هستی؟ ما امیدوارم که صدام بیاد چون اینترنتم داره به قول معروف صدای من هست چون که اون بود. بله امیدوارم صدام بیاد چون اینترنتم داره بازی در میاره. من چند تا مطلب رو کوتاه بگم. اولی که دوستان که توی لایو هستید لطفا برنامه رو یه بار دیگه شیر کنید بعد دوستان رو بفرستیم. این شخص، این آقا که نمیشه اسمش رو گذاشت، ایران ستیز مجری آیت الله بی بی سی، خیلی جالبه به رسول زاده و امثال اینا که میرسه، به این ایران ستیزان که میرسه، دموکرات نبودن اینها زیاد ایرادی نداره. یه حالا شاید بعضیاتون هم بگید دموکرات نبوده، اما اندیشه دموکرات و دموکراسی رو میخواسته پیاده کنه. حالا کسی که کدبان بهش میگه آدم بزرگ دارای نام بزرگ بهش میگه. بعد همینجا میخوام برسم بکنم، ولی کل بیوگرافی بی بی سی رو که شما بچلونید، یعنی بریزیدش توی چرخ گوش، بریزیدش بیرون، بر علیه دو پادشاه ایران ساز پهلوی، اینها بلا استثناء همیشه، حالا دو پادشاهی که این همه خدمت کردن به ملت ایران، این همه به قول معروف برای کشور ایران و برای تمامیت ارضی ایران، برای مردم ایران از جونشون، از زندگیشون مایه گذاشتن، به اون دوتا که میرسه اونا میشن دیکتاتور، اصلا چک و چونه هم نمیزنه. رضا شاه دیکتاتور، محمد رضا شاه هم دیکتاتور، اصلا بحث هم نکنید. این خیلی جالبه، این نکته خیلی جالبه. اما مطلب بعدی که من میخوام بگم در مورد همین چلغوزی که اسم خودش هم گذاشته بود، نمیدونم رزمی، صحبت میکنه سر 99% از جامعه مدنی آذربایجان از دید این شخص، اینها اندیشه دموکرات دارن و دنبال روی همون تجزیه طلبی هستن که حالا این اسمشو میذارن تبعیض ستیزی یا یه همچی چیزی اسمی که میذارن. ولی ما توی دو سه قیام گذشته دکتر، از سال 98-96 به این بر، هر اون چه اعتراض و قیام ما در استانهای آذربایجان دیدیم یا توی کردستان دیدیم، همشون دنبال چی بودن؟ همشون اومدن فریاد رضا شاه روحت شاه، جاوید شاه، بگو برگرد شاه، از این نوع شعارها سر دادن. ما
اون 99 درصدی که این اراذل باباش ازشون اسم میبرن اینا کیان؟ کجان؟ این مطلب به جز این که در مقطعی مثل جریان جنگ قره‌باغ، اون ایرانی کشی که توی قره‌باغ شکل گرفت، نیروهای سپاه پاسداران اومدن توی یکی دو تا از خیابان‌های تبریز و اردبیل و اون شعارها رو سر دادن در حمایت از کشدار ارامنه در داستان قره‌باغ که فتوایی بود که خامنه‌ای صادر کرده. اما چیز دیگه ای که من میخوام بگم دوستان بهش توجه کنن اینجاست. اونجایی که ما بگیم جمهوری اسلامی گام اول بود برای آماده سازی تجزیه ایران، همینجاست. شما ببینید یک اختاپوسی به اسم جمهوری اسلامی بر ایران حاکمه، شاخه هایی به اسم مخالفان جمهوری اسلامی سازماندهی شده، مسلح، دارای پول، دارای امکانات، دارای تلویزیون، دارای رسانه و از همه امکانات هم برخوردارن به اسم مخالف جمهوری اسلامی. بعد این وسط این مافیای ایران ستیز چگونه با این بازوها و این اختاپوس بازی میکنه؟ الان اینا توضیح دادن که هر زمانی که جمهوری اسلامی احساس خطر میکنه از اون یکی بازو، یعنی اون جریانهای کردنمای تروریستی، از اونها استفاده میکنه، بعد در مقابلش میاد از این یکی جریان پانترکیسم هم استفاده میکنه، بعد در نهایت این دوتا جریان و جمهوری اسلامی به یک توافق میرسن که اون توافق چی بشه؟ بیانیه‌هایی که اینا صادر میکنن که از سپاه پاسداران بخوان که بیاد، از یک گروه تروریستی دیگه بخوان که بیاد امنیت رو اونجا برقرار کنه. این وسط چی از بین میره؟ این وسط چی نادیده گرفته میشه؟ این وسط کی به حقش نمیرسه؟ مردمان ایران. یعنی چی؟ یعنی این حزب دموکرات کردستان و اون پانترک ها جفتشون پولشون رو گرفتن، نقششون رو بازی کردن، اختلاف رو انداختن و مردمی که 10 سال 15 سال مثلا خشمشون تلمبار شده و آماده یک خیزش هستن، یک قیام هستن، یک خروش هستن رو این دوتا بازو با هماهنگی بازوی اصلی که جمهوری اسلامی باشه اینها رو خفه میکنه و به یک توافق میرسه. مثلا شما فکر کنید عبدالله معتدی که در آمریکاست یا در لندن نشسته، این چرا باید توافق کنه که سپاه پاسداران بیاد امنیت رو اونجا برقرار کنه؟ چرا عبدالله معتدی چرا باید این کارو بکنه؟ مثلا یکیشون. یا حسن شریعت مداری چرا باید بیاد زیر بیانیه ای رو تایید کنه که سپاه پاسداران بیاد ظلم رو بیشتر به اون مردمان تحمیل کنه؟ وقتی میگه نیروه امنیتی دخالت کنن امنیت رو برقرار کنن، یعنی همین دیگه. یعنی اگر این شهر یا این منطقه 50% تا امروز امنیتی بوده، حالا ما میایم خواهش میکنیم از سپاه پاسداران که بیا این بخش امنیتی تو اینجا بکنی 100%. خب توی این 100% امنیتی و فضای امنیتی کی آسیب میبینه؟ کی ضرر میبینه؟ مردمان اونجا. شما فکر میکنید به حسن شریعت مداری آسیبی میرسه؟ به معتدی و امثال اینها آسیبی میرسه؟ نه، فقط مردمان بیشتر سرکوب میشن، بخوان برن تو بغل مخالف جمهوری اسلامی که اینان، از این ور بخوان فرار کنن تو بغل جمهوری اسلامی هم که اونان. بعد این تبلیغاتی هم مثل رسانه هایی مثل آیت الله بی بی سی و دیگرانشون باعث این میشه که اون خشم مردم که باید بر علیه جمهوری اسلامی باشه میشه بر علیه خود مردم، یعنی میشه دعوای به قول اینها قبیله ای، دعوای به قول معروف کرد و ترک. این وسط فقط مردمان دارن از بین میرن و منافع ملت ایران. این اون چیزی که این به قول معروف بازیگران دارن انجام میدن. یه چیزی دیگه هم به آقای رزمی بگم که این صحبت سر آذربایجان میکنه و مردم آذربایجان. ببینید حق تعیین سرنوشت برای آذربایجان و کردها، ایران ملک مشاع همه ملت ایرانه. ما مردم ایران مالک ایران نیستیم که بخوایم برای آینده ایران و سرنوشت ایران تصمیم بگیریم. چرا؟ چون چند هزار سال پیش هم مردمانی در این سرزمین بودن که زندگی کردن و این رو به عنوان ارث برای نسل‌های بعدی گذاشتن. یه کسی مثل رزمی یا اون یکی
که صدای کلنگ قبرشون داره به گوش میرسه، اینها اجازه ندارن برای سرنوشت اون منطقه تصمیم بگیرن، برای مردمان آینده اون منطقه تصمیم بگیرن. خب این همون چیزیه که خمینی هم به قول معروف اومد و با همین شعارم وارد ایران شد و عده ای ابله رو دنبال خودش انداخت. این اون مطالبیه که امثال آیت الله بی بی سی ها هرگز نمیخوان بهش بپردازن. یارو توی لندن نشسته، اون یکی توی کالیفرنیا نشسته، اون یکی توی فلان نشسته. بله ما حمایت میکنیم که سپاه بیاد امنیت رو در اومد. آقا سپاه پاسداران خودش عامل نفاق و تفرقه و اینجور حرکات در شهرهای مختلف ایرانه. فقط هم در استان کردستان و آذربایجان نیست، در سیستان و بلوچستان هست، در کرمان هست، در یزد هست، در اصفهان هست، در شیراز هست. اصلا مأموریت سپاه پاسداران همینه. بفرمایید دوستان. آی دکتر بفرمایید، مایکتون بسته است. خواهش میکنم کدبان اگر سخنی دارید بفرمایید که بریم بخش بعدی رو با هم دیگه گوش بکنیم. این بخش بسیار بسیار مهمه. اینا الان پایه رو توی بحث گذاشتن، جا اندازی واژه‌ها رو، برخی واژه‌ها رو جا اندازی کردن، چند بار تکرار کردن. اون رزمی هم که ای ترک 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 میکنه، دهنش واژه ترک نمیافته و به همیهنان آذری ما میگوید ترک، چون رزمی خودش یه آسیمیله شده خود ترک پندار و خود مغول پندار و خود تاتار پنداره. برای همین به همیهنان آذری ما، به ایرانیان آذری که هزاران ساله به همراه همیهنان و همتباران ایرانی خودشون دیگر بخشای ایران در خاک مقدس ایران زندگی میکنن میگوید ترک. حالا ما امروز سندهایی رو، ویدیوهایی رو بهتون نشون میدیم از خود شبکه‌های تلویزیونی ترکیه و باکو که اینها چطوری میان در برابر این واژگان موضع‌گیری میکنن و اصلا این واژگانی رو که این پانترکای بی‌هویت آسیمیله شده خود ترک پندار در میهن ما به کار میبرن و در این رادیو تلویزیونای فکستانی لس آنجلسی و رادیوهای شبکه‌های صهیونیستی و صهیونیستی پارسیدان در اسرائیل و بی بی سی پارسی و وی او ای، اینها رو اونا در باکو یا در استانبول به کار نمیبرن، بلکه برخلافش رو به کار میبرن و برخی زمانها هم باعث خنده و مسخره کردن و حتی درگیری میشه در این شبکه‌ها. تمام اسناد رو به شما نشون خواهیم داد. گدبان بزرگواری بفرمایید. اجازه بدید من چند دو تا مطلب عرض کنم. خواهش میکنم. یکی از مطالب مهم آماری بود که رزمی داد. این آقای رزمی گفت 99% از این افراد 100% دموکراتن. شاید این اشتباه برای خیلی از دوستان ما پیش بیاد که منظورش از 99% 99% از همیهنان آذری زبان ما هست. نه، این منظورش از 99% اون تعدادی هستش که بازیچه دست مافیا شدن و به این گروه های هم ترکیز پیوستن، که اونم تعدادشون در یه منطقه ای که مثلا آذری زبان هستن با این جمعیتی که هستش شاید به مثلا 2000 نفر هم نرسه. از اون 2000 نفر میگه 99%شون 100% دموکرات هستن. این یه موضوع مهم که رو آمار حواستون باشه. یه وقت فکر نکنید میگه 99% آذری زبان های ایران بعد اینجوری قلمداد بشه که همشون دنبال تجزیه هستن. نه، تاریخ ثابت کرده هم در منطقه آذری زبان کشور ما ایران، هم در منطقه کرد زبان ما، هم در خوزستان، هم در بلوچستان، شیرمردان و دلاور زنانی هستند که به پاش بیفته با دست خالی با دندون خرخره دشمن رو میجوان، بهشون رحم نمی کنن. این یه مطلب. مطلب بعدی در رابطه با آقای کریمی خواستم یه مطلبی رو بگم که مردم امروز ایران، مخصوصا نسل نو ایران، با ماهیت اصلی رسانه‌های مثل آیت الله بی بی سی یا سایر رسانه‌های وابسته به کشورهایی که همیشه از دیرباز دشمن ایران بودن کاملا آشنایی دارن و شناخت دارن. حالا اینکه در هزاره سوم و قرن 21 شما کماکان بر اون طبل حماقت خودتون میکوبید و دنبال این هستید که افکار عمومی جامعه رو منحرف کنید به سمت تجزیه،
این نشان از بیخردی شما داره، یعنی هنوز به اطلاعات جامعه امروز ایران دسترسی پیدا نکردید، شناخت کامل پیدا نکردید و محاسبات سیستم های امنیتی و جاسوسی کشورهایی مثل انگلستان یا موساد یا CIA، KGB یا فرانسه یا کشورهای دیگه کماکان بر اساس اطلاعات 50 سال پیششون داره رقم میخوره. به همین دلیل شاید نسل امروز ما به دلیل پایین بودن سطح مطالعهشون، سواد سیاسی کمی نسبت به سایر ملت‌های جهان داشته باشن، اما خوشبختانه جامعه امروز ما به بلوغ سیاسی کامل رسیده، خوب و از بد تشخیص میده، دروغ و از راست تشخیص میده، دشمن و از دوست تشخیص میده و فریب این بازی‌های نخنمای مخصوص سیرک نمیخوره دیگه. حالا شما هی در رسانه‌های مثل آیت الله بی بی سی، حجت الاسلام، صدای آمریکا، من و تو، رژیم اینترنشنال یا هر جای دیگه بیایید برید تجزیه طلب دعوت کنید با عناوین مختلف، از جدایی طلب، هویت طلب، تبعیض ستیز، هر اسمی رو که دوست دارید بهشون یاد بدید که بیان اینو بکنن تو سرنگ، با سرنگ تزریق کنن تو مغز مردم. امکان پذیر نیست. شما خودتون میدونید، هم شما عوامل این رسانه ها، هم مدیران این رسانه ها، هم مهمان های شما به عنوان دشمنان ایران، همه تون به عنوان دشمنان ایران، در فردای بعد از آزادی ایران مطمئن هستیم ما که پاتون رو تو ایران نمیذارید، چون میدونید مردم ایران خوب شما رو شناختن، ماهیت شما رو بهشون ثابت شده و جرئت نمی‌کنید پاتونو بذارین تو ایران. به دلیلی که پاتونو بذارین باید صاف برین تو دادگاه. جواب 43 سال حالا یکی مثلا بی بی سی در زمان شاهنشاه آریامهر یا در زمان رضا شاه بزرگ، رادیو بی بی سی، باید خیلی جواب بدین. یعنی شماهایی که در طول این 5 سال گذشته اومدین در رسانه تصویری بی بی سی استخدام شدید، 5-6 سال گذشته، وقتی اون سابقه رو داشتید، قبول کردید، یوغ بردگی و بندگی رو رو گردنتون انداختین، رفتین توی تلویزیون بی بی سی، خیلی گناه شما بیشتر از کسانیه که در اون زمان ها اومدن رفتن در رادیو بی بی سی کار کردن. چون شما عمل کرده سال 57 به بعد جمهوری اسلامی که دست نشانده همین سازمان های امنیتی و جاسوسی هست و دیدید. بنابراین فکر نکنید با این برنامه‌های دوزاری و درپیتیتون میتونید افکار نسل جدید ایران رو منحرف بکنید. شما اگر یک تحقیقات میدانی بکنید از همیهنان عزیز ما در منطقه کردستان یا کرمانشاه، کلن منطقه کرد زبان، ببینید سطح افراد تحصیل کرده در جامعه امروز چه حدی نسبت به سال 57 بالاتر هست. قطعا شما با این حرفا نمیتونید افکار اونها رو بازی بدید. یا در منطقه آذربایجان کشور خودمون، البته آذربایجان فقط مال کشور خودمونه، مناطق آذری زبان، شما نمیتونید این کارو بکنید. یک عمریه، قرن هاست ملت ایران در هم تنیده شدند. نمیتونید مثل آلمان شب که همه خوابن بیاین دیوار بکشین آلمان غربی رو از آلمان شرقی جدا بکنید. اصلا غیر ممکنه. خونتون رو مردم تو شیشه میکنن، باهاتون کاری میکنن که بیماری ایدز و سرطان آرزوتون باشه بگیرید که بمیرید. روزی 1000 بار آرزو مرگ کنید. ایران خاکش، مردمش، فرهنگش، تمدنش، تاریخ قهرمان محوری این کشور با تمام سرزمین های دنیا متفاوته. خودتونم میدونید. بنابراین بیشتر از این بر طبل حماقت خودتون نکوبید، چون این تشت رسوایی شما سال هاست چنان به زمین خورده که صداش به گوش فلک رسیده. جناب دکتر بفرمایید. خواهش میکنم، سپاسگزارم. اگر بزرگواری بکنید از 34 دقیقه و 37 ثانیه رو نشون بدید تا 43 دقیقه و 36 ثانیه
که من بازگردم به شما. از 34 و 37 که نگه داشته شده تا 43 دقیقه و 36 ثانیه ما این رو نشون بدیم که زمان هم کم نیاریم، چند تا ویدیو هم داریم باید نشون بدیم و حدود شاید به گمانم یک حدود 60 تا فرتوره، اینا ارزشمنده، باید با همیهنان امروز 100% در میان بگذاریم، چون برخی زمانها یک فرتور از 100 برگ نوشته رساتر و آگاهی بخشتر برخی زمانها. سپاس گذارم. خلافی نمیکنم. به اتحاد ترقی که اولی سازمانی بوده قبل از اینکه به ایران برسه که به اصطلاح فعالین و روشنفکرهای عثمانی درست کرده، بنیانش رو دو تا کرد، یک آلبانی، یک گرگیز گذاشته، یک ترک هم توش نبوده. عبدالله جودت رهبر این سازمان بوده. بعدها ترکای جوان جدا شدن در 1900 در کنگره لندن. یعنی اینکه ایشون میگه چون شیخ عبیدالله که یک جنبشی بوده ریشه مذهبی هم داشته 100%، خب سر این تو خود جنبش کردی بوده. بله بله بله، ما هم بحث داریم آیا این ناسیونالیسم بوده یا نه، ولی خب ریشه‌های قومی داشته ناسیونالیسم هم، اینم جای بحثه. ولی این اتهام که یا این نظر که کردها مذهبی هستند، خب همه میدونن ما یکی از مشکلات ما در جنگ بعد از جنگ نقده و در نقده دقیقا با آقای حسنی مسئولین جمهوری اسلامی همین بود. در شهر نقده حزب خلق مسلمان، سازمان فدایان، حزب دموکرات و فرقه دموکرات نفوذ داشتن و با هم همکاری میکردن. جریان ولایت که در کردستان پایگاه نداشت، بله، در همه کردستان و اون بخش آذربایجان غربی مثل جنگ سنندج دنبال همین بودن، با جنگ های قومی بودن پایگاه خودش پیدا بکنن. و اتفاقا بعد از حزب دموکرات حمله به خلق حزب خلق مسلمان بود. آقا دوست عزیزمون یک کتاب در مورد جنبش تا اونجا که من دیدم شرح مدارک نوشته، ببینید متاسفانه توجه نمی کنم به این مسئله. کشاکش بین کردها و آذری ها اونجایی که با کشاکش خوب میشه خیلی خطرناکه. ما برای آینده همه منطقه به نظر من باید به گونه ای صحبت بکنیم که ما طرفداری دموکراسی هستیم که به نظر من دو تا پایه داره. یک اون دموکراسی که ما چه کردها آذری تمام آزادی های فردی، جز اینکه شما مرد هستید، زن هستید، ترانسکسوال هستید، نمیدونم مذهبی هستید، سکولر هستید، آیته یکی این دو، این آزادی های فردی باید امتداد بکنه که همون افراد هویت های اتنیکی قومی مذهبی دارن، هر دوتا اینها محفوظ بمونه. اون وقتی که ما میتونیم یک دموکراسی چند فرهنگی، چند قومی، چند زبانی داشته باشیم و بتونیم با هم دیگه زندگی کنیم. و به نظر من از این زاویه است اتهامی که ایشون به ناسیونالیسم کرد میزنه حداقل همه میدونن. بله اجازه بدید بحث اتهامات برنگردیم. شما هم فکر میکنید که دموکراسی میتونه در دراز مدت حل کنه چنین چیزایی رو، برای اینکه ما ممالک، مناطق، نمیدونم واحدهای خرد یا واحدهای کلان ملی داریم که درشون دموکراسی برقراره ولی تنش قومی فوق‌العاده زیاده و گنگا بروز هم میکنه. هند گفته میشه بزرگترین دموکراسی دنیاست ولی تنش قومی فوق‌العاده خطرناک در اونجا گاه تبدیل به فاجعه میشه. خب به این ترتیب به نظر نمیاد دموکراسی هم راه حل باشه. شاید من روی مسئله قبلا نوشتم و حاضرم ساعتها سر این مسئله حتی بحث بکنم که اساسا دموکراسی موضوع مسئله ملی نیست. بسیاری از کسایی که اساسا مسائل ملی را متوجه نیستن و مخصوصا بخش بزرگی از اپوزیسیون ایرانی خیال میکنن که در تهران اگر یک حکومت دموکراتیک برقرار بشه مسائل آذربایجانی ها، کرد ها، عرب ها، بلوچ ها و اینا حل میشه. نه اینطوری نیست. این یک چیز خب آیا منظور شما این است که افسون بر دموکراسی باید عدم تمرکز هم پیش بره؟ منظور شما اینه از عدم تمرکز اساس هستش. یعنی یک کشور بزرگی مثل ایران نمیشود از تهران هدایت بشه. هر سیاستی در تهران اتخاذ بشه نمیتواند شامل بلوچستان یا آذربایجان غربی بشه که 4000 کیلومتر با هم فاصله دارن از این نظر و خیلی از مسئولینی که در تهران هستن هیچ شناختی از اونجاها ندارن. عدم تمرکز
یکی از در واقع راه‌های شروع حل این مشکلات است. ببینم نظر آقای شمس چیه. شما میتونی دموکراسی داشته باشی ولی بدون تمرکز زدایی به خواست‌های هویت طلبان، اقلیت‌ها، نمی‌دونم مناطق کم توسعه یافته نخواهی رسید. به حقوقشون نخواهی رسید. قطعا تمرکز زدایی در ایران با توجه به تنوع ملی فرهنگی اینا خیلی مهمه، کشور بزرگی هم است، ولی اساس اینه. ما هیچگاه ادعا نکردم، منم ادعا نمی کنم که دموکراسی همه مشکلات قومی، جنسیتی، طبقاتی رو حل میکنه، ولی خب حداقل اینه ما میدونیم که دموکراسی بهترین سیستمه برای اینکه ما در جهت حل این مشکلات، در جهت تمرکز رو در حل مشکلات مثلا قومی. بله. شما مثال هندوستان زدی، کاملا حرف درستیه، ولی خب حکومت های هندوستان تا این حکومت اخیر هندو همیشه فاکتور ثبات بودن. درسته درگیر قومی وجود داشته، حکومت های بی‌طرفی بودن، نمایندگی هر دو تا قوم های هندو و مسلمان میکردن و نمیذاشتن کار به جای باری بکشه. ما اتفاقا نقدی که به سیاست های دولت کنونی هندوستان میشه اتفاقا اینه که داور بی‌طرف نیست. همین دیگه، همین میگم، همین. یعنی شما اگر ببینید، ما اگر یک دموکراسی چند ملیتی، چند قومی در ایران داشته باشیم، اون دموکراسی که میگم از یه طرف آزادی فردی، از یه طرف آزادی جمعی رو بپذیره و جامعه مدنی داشته باشیم که بتونه نمایندگی همه اینا باشه، اون دموکراسی قطعا بر عدم تمرکز متوسط بود. اون دموکراسی به نظر من بهترین راه حلی هست که ما این مسئله را به پایان برسونیم، جلوی فاجعه را بگیریم. ببین بحث اینجا این نیست که آقا کردها رهایی جدایی از ایران میخوان، بحث سر اینه ما در فاجعه‌ای که در نقده بین دو اقلیت آذری و کرد بوجونه چیکار بکنیم. کوتاه مدت اینه ما به اقلای محل گوش بدیم، واقعا اینو پیش بدیم، اجازه ندیم افرادگرایی از هست رو فرق نمی کنه. بله. جواب دست بگیرن مردم واقعا اینجا حضیست مشترک داشته. در دراز مدت هم ما بعد از اینکه انشاءالله در آینده ما حکومتی داشتیم بتونیم راه حلای پیدا کنیم. بله، در مورد دراز مدتش چند دقیقه اخیر صحبت کردیم، در مورد اون چه که در کوتاه مدت باید انجام شه، واقعا فکر میکنید این به قول خودتون اوغلا، من گفتم معتمدین محل، من که فیلم های تظاهرات ناآرامی‌های نقده در اون چند روز ماه گذشته رو می‌دیدم، جوانان غالبا به نظر میاد واقعا معتمدین و اوغلا برای اینها رفرنس نیستن، مرجع نیستن. این شرایط خطرناکی ایجاد نمی‌کنه. گوش نسپاری، در عوض همه شبکه‌های اجتماعی رو نگاه کنی که پر از خبر کذب، آسی هستی، بیکار هستی، این چه وضعیتی ایجاد میکنه؟ یعنی در کوتاه مدت برای این که این تبدیل به انفجار نشه چه کار باید کرد؟ 100% من فکر کنم به نکته خیلی مهمی اشاره کرد. یکی دوستان سابق خود ما که عضو سازمان ما بود، الان جزء همین فعالین است، میگفت دوتا پسر من که جنگ نقده را نیدن، پان ترکیستن، ضد کردن، تو تازه به حرف منم گوش نمیدن. بهش میگم عزیزان من در جنگ نقده بودم، کردا قربانی جنگ نقده بودن، کردا چیز نگرد، من بودم. 100% اتفاقا اینجاست که دوستمون توجه نمی کنه. این تبلیغاتی که داره انجام میگیره، ببین چه گناستیوی، یکی از اینا البته، یعنی تبلیغاتی که شما واقعا تمام مسائل اصلی رو میزن، مشکل رو در تبلیغات سمت ترکیه میبینید، ناسیونالیسم افراطی. و به نظر من هر دو طرف چه کردها و چه آذری ها باید یک حدودی برای این ناسیونالیسم افراطی بذارن. حداقل ما تا اونجا که من میدونم، ما که میگم پشتیبانی میکنم از اعلامیه مشترک چیز، فعالین ما یا اکثریت فعالین ما و احزاب ما واقعا طرف این هستن، حل این مسئله هستن. و امیدوارم که آقای رزمی و دوستانشون در اگر با گناستیوی یا با کسانی چه اونها بیان طرف این قضیه باشن، رو این نکوبن ده. که رو کرد حراسی نکوبن، چون به خاطر اینکه واقعا فاجعه ای در راه خواهد بود که فقط دامن کردها را نخواهد گرفت. آذربایجانی های تلویزیون دارن، جناس کردها 10 تلویزیون دارن و بسیار آقای دکتر بفرمایید.
خواهش میکنم، سپاسگزارم هم میهنان گرامی. اگر دقت کرده باشید ببینید، چون اینها این بحث ها رویدادی یا اتفاقی گزینش نمیشود، اینها به این مجری های آموزش دیده دیکته میشود. مهمانانی هم که دعوت میشوند خط سرخ ها یا خط قرمز ها برای اینها گذاشته میشود، به اینها گفته میشود بحث باید از کجا آغاز بشه، به چی میتونن اشاره بکنن و بحث رو باید به کجا ببرند، یعنی به اینها دیکته می شود و یادآوری می شود. و مجری هم یکی از کارهایی که دارد این است که اونجا نشسته، کسی اگر کمی از این خط قرمزها فراتر رفت گوش زد بکنه یا بحث رو عوض بکنه. ببینید خیلی جالبه، آقای شمس اشاره می کنه به حزب پانترکیستی اتحاد و ترقی یا اتحاد و ترقی که میگه روشنفکران عثمانی پایه‌گذاری کردن، دو تاش کرد بوده، آلبانی بوده، فلان بوده، بعد ترکای جوان ازش جدا شدن. آقای سعید شمس، ما بارها در رستاخیز گفتیم که اساس کار شما راسیست‌های ایران ستیز تجزیه طلب عشیره پرست و طایفه گرا بر جعل و دروغ است. بارها در رستاخیز سیمرغ ما به مسئله نژادکشی‌هایی که در عثمانی و سپس در ترکیه انجام شده پرداختیم، ریشه پانترکیزم رو با هم میهنان در میان گذاشتیم. مثلا چرا در کشوری که مانند در جایی مانند عثمانی، من که هوادار عثمانی نیستم، عثمانی چند صد سال با ما در جنگ بود، چند صد هزار از هم میهنان ما به دست سپاهیان عثمانی یا کشته شدن یا بهشون دست درازی یا تجاوز شد یا به بردگی در بازارهای اسلامبول یا قسطنطنیه که بعد شد استانبول فروخته شدن. من هوادار عثمانی نیستم، ولی این بحث تاریخی است. یهودیان صهیونیست، یهودیان صهیونیست زمانی که نتوانستن خلیفه های عثمانی به ویژه عبدالحمید دوم که بهش سلطان خونخوار میگن رو متقاعد بکنن و پروانه یا مجوز کوچ گروهی یهودیان اروپا به فلسطین رو بگیرن، حتی پیش از عبدالحمید هم چون به چند تا خلیفه مراجعه کرده بودن، اونها گفته بودن ما نمیتونیم فلسطین رو به شما واگذار بکنیم، یک پروژه رو زیر نظر انگلستان استعمارگر پیر برنامه ریزی کردن و اون ساختن یک باور انسان ستیزانه به نام پانترکیزم است که این اون هم در عثمانی، که حالا پوزش میخوام از کسانی که خودشون ترک میدونن، من قصد جسارت ندارم، اما واژه ترک در عثمانی یک واژه توهین‌آمیز بوده، یعنی برخی ها به عنوان ناسزا ازش استفاده میکردن و مردم در عثمانی زندگی میکردن به خودشون میگفتن عثمانلی، یعنی اتباع کشور عثمانی. و این رو یهودیان، جاسوس های یهودی انگلستان این رو پیرامونش کتاب نوشتن، در عثمانی پخش کردن، حتی این جاسوسان صهیونیست به عثمانی سفر کردن، سپس به ایران اومدن، رفتن در بخش هایی که روسیه از ایران تجزیه کرده بود و دو هدف داشتن، هم سودش به صهیونیستا میرسید که عثمانی اگر تجزیه بشه بتونن به گونه گروهی به فلسطین کوچ بکنن و اونجا کشتار فلسطینی ها رو آغاز بکنن و اشغال سرزمین های مردم فلسطین رو، همین که عثمانی که دشمن چند صد ساله اروپا بود از اروپا توجهش بر پایه پانترکیز منحرف بشود به سوی شرق که ایران باشد و به جنوب روسیه که از ایران تجزیه شده بود در منطقه کفکاز یا قفقاز و آسیای میانه که ترک زبانان یا گروه های ترکی، ترکای واقعی ها، نه ترکای آسیمیله شده، ترکای واقعی که ترکمن ها، ازبک ها، قرقیز ها، قزاق ها هستن، اونجا بتونن موی دماغ روسیه بشن. غرب هم سرنوشت هیچ ملتی براش مهم نیست، منافع و سود خودش براش اهمیت داره. همیهنان گرامی، همان گونه که امروز آگاهانه آمریکا، اسرائیل، انگلیس و چند تا کشور دیگه اروپایی طالبان رو کمک کردن، بر سر کار رو بردن، زمینه رو بسترسازی براش کردن و میدونن که اعضای طالبان پان پشتون هستن
بیان سر کار با زبان پارسی و پارسی زبانان، ازبک ها، ترکمن ها و هزاره های پارسی زبان ازبک تبار دشمنی خواهند کرد. طالبان دست به نژادکشی هزاره ها زده در همون 30-40 سال پیش، 20 سال پیش، 30 سال پیش این اسلامگراهای وهابی، و در زمانی که بر روی کار بودن 20 سال پیش و حتی پیش از اون، و با این حال کمکش میکنن. چون چه هدفی دارن؟ هدف این رو دارن که افغانستان پایگاهی بشود برای آموزش نظامی اویغورهای چین که ترکان اصلی اونا هستن، چون هم پوست زرد دارن هم چشمان بادومی دارن، اونها ترکای اصیل هستن، و عربستان هم که با پولای عربستان صدها هزار وهابی در اونجا درست کردن، و همچنین دردسرهایی رو برای روسیه در آسیای میانه درست بکنن. نه روسیه دوست ماست، نه چین دوست ماست که من بخوام ازشون هواداری بکنم. من اون فکت‌های سیاسی و تاریخی رو میگم، و برای همین میخوام بگم کسی به غرب دل نبنده. غرب فقط سود خودش براش مهمه. مگر غرب براش مهم بود که ارمنیانی که عیسوی هستن سال گذشته در اون جنگ 44 روزه کشته میشن؟ نه، برای غرب مهمه که با نفت و با گاز باکو بتونه خودش رو از گاز روسیه مستقل بکنه، و برای اسرائیل و همون بنگاه ایمنی یا امنیتیش موساد مهم بود، چون 60% نفت اسرائیل از باکو تامین میشه. برای اروپای عیسوی مهم نبود که هم دینانشون در ارمنستان یا در جمهوری کوهستانی آرتساخ به دست پانتورکا کشته میشود. پس غرب جایی نیست که کسی بخواد دل ببنده، قفل ببنده به ذریحش، فکر کنه غربی ها به ما کمک میکنن که ما از شر جمهوری اسلامی ابری عربی خودمون رو آزاد بکنیم. نه، این منافع اونهاست. آقای شمس اشاره به گروه ترکان جوان میکنی، گروه اتحاد و ترقی و گروه سران اتحاد و ترقی و گروه تروریستی پانترکیستی ترکای جوان که کشتار چند میلیون ارمنی، آشوری، یونانی، زازا، علوی و حتی ایرانی تباران کرد در ترکیه رو انجام دادن، اینها بیشتر سرانشون دنمه بودن، یعنی یهودیان به ظاهر مسلمان شده بودن. شما نیاز نیست راست و دروغ رو با هم آمیخته بکنی و به مردم تحویل بدی. ایشون یکی دیگه از مسائل، ببینید، به مسئله بسیار مهمی اشاره میکنه. میگه در نقده حزب فدایان خلق، یعنی تروریستای ارتجاع سرخ، دموکرات، یعنی حزب دموکرات کردستان، خلق مسلمان دار دسته آیت الله سید کاظم شریعت مداری پانترک که به گواهی براندا شفر یا شفر مأمور موساد در کتاب خودش میگوید که آیت الله شریعت مداری به بخشای آذرینشین ایران میگفته آذربایجان جنوبی، و فرقه دموکرات، منظورش همون پسمونده های پیشوری، نفوذ داشتن در نقده، با هم کار میکردن و با هم شهر رو اداره میکردن. پس به به به، عجب محیطی بوده. یعنی شما ببینید، تروریستای خلق مسلمان، برخی از دار دسته حزب دموکرات تروریستی دار دسته قاسملو، نمیدانم اسلامگراهای جمهوری اسلامی، چه میدانم فدایان خلق، همه هم مسلح. این همون محیطیه. ببینید، میکروب در محیط مساعد رشد میکنه. خب شهر نقده رو به عنوان یک بدن بگیریم، یک بدنی که درش اندامهاش، قلبش، ریش، مغزش، که مردم، که هممیهنان آذری و کرد و دیگر گروه های ایرانیان اونجا زندگی میکنن، هماهنگ با هم دیگر، همدیگر دوست دارن، با هم ازدواج کردن، با هم همساین، با هم رفت آمد میکنن و همدیگر رو دوست دارن. یه عده میکروب مانند حزب فدایان خلق و دموکرات کردستان و خلق مسلمان و فرقه دموکرات پسمونده پیشوری و اسلامگراهای سینه چاک خمینی اونجا کار رو به جایی میرسونن که مردم در برابر هم بخششون قرار میگیرن، از دو گروه کشته میشن، و به ویژه برخی از خانواده هایی که یک سوشون هممیهن آذری بوده، مثلا پدر آذری مادر کرد بوده یا پدر کرد مادر آذری، مجبور میشن از اونجا فرار بکنن که به دام این درگیری ها نیفتن. ببینید،
مسئله دیگه که اشاره میشه خیلی مهمه. قبل دیگه این مسئله رو بگید منم یه سوال میپرسم، اینم لطفا جواب بدید. خواهش میکنم. این آقای رزمی در طول صحبتش یه مطلبی رو اشاره کرد منو به فکر فرو برد، حالا یا شما یا سعید کدومتون جواب بدید یا دوستانی که تو لایف هستن میتونن کامنت بذارن. گفت حکومت مرکزی اگر در تهران دموکرات هم باشه نمیتونه تبریزی آذربایجان غربی رو از فاصله 4000 کیلومتری مدیریت کنه. این الان برنامه رو تو لندن داشت اجرا میکردی، یعنی تو استودیو لندن بود. بله. این فاصله 4000 کیلومتر رو این از کجاش در آورد؟ از تهران تا تبریز 4000 کیلومتر؟ یعنی اگر فکر کنم 1400 از تهران تا سیستان و بلوچستان. نه نه من به گمانم شاید منظور این جرثومه پانتورک فاصله شهر همیشه ایرانی تبریز تا شهر همیشه ایرانی زاهدان است. دقیقاً بر استان آذربایجان و استان سیستان. آخه داشت در رابطه با حکومت مرکزی صحبت می‌کرد. این کلاً تعطیله کدبانی هر چی ازش بگیم بعد من همین میگم اگر 1472 کیلومتر دیگه اضافه می‌کرد می‌رسید به لندن. بله. از تهران تا تبریز 620 کیلومتره آقای رزمی، زیر 6 ساعت آدم با سواری میرسه. بعد تو قصه اونجا رو نخور، بذار جمهوری اسلامی اربابت بره بعد ببین چجوری مدیریت میشه. حالا اینم جواب ما به اینا میگیم بویورسیز وطنسیزلر، یعنی بیمغزان بیمیهن، بیمغزان خودشون هم نمیدونن مال کجان، بیمغزان بویونسیز و تنسیزلر چخص دیرم دیگه نمیدونم. بله خواهش دیرم من لریز آقور ماست. بعد دیگه نمیدونم چی باید به اینا بگیم که زیاد از چارچوب ادب خارج نشیم. خب ببینید برنامه داره به بخشای جالبش نزدیک میشه. هم میهنان اینا این همه گفتن نقدرم اووردن بهانه کردن که یه بحث راسیستی را بندازن، رسیدن به اینجایی که آقای سعید شمس میگه مردم باید هویت‌های قومی اتنیکیشون حفظ بشه تا بتونیم با هم زندگی کنیم. بزنید دست قشنگه رو برای دوچار شده به بیماری پانکوردیسم، یعنی سعید شمس، یعنی این مردمی که اصلا چه میدونن هویت اتنیکی یعنی چی. خیلی حالا شما بریم بپرسید آقا ببخشید هویت اتنیکیتون چیه، یارو ممکنه برخ کنه هم میهن آذریمون پاسخ بده نه 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 و شگفت زده بشه هویت اتنیکی دیگه چیه. اصلا اینو اگه بپرسه تو خود کرد زبان هم بپرسه با مشت میذاره زیر چونهش. بله بله هویت. ببینید اینها اینقدر بیمارن، اینقدر ایران ستیزن، اینقدر آلوده به راسیسم طایفه عشیره‌ای هستن که میگه برای همزیستی مسالمت آمیز و اینکه بتونیم در کنار هم زندگی کنیم باید هویت اتنیکیمون حفظ بشه. یعنی آقایون خانمای گرامی من به شما بیرو درواسی بگم، فردا اینا اگه وارد ایران شدن، این بیماران، این راسیست های ایران ستیز، خطکش میخوان بگیرن، متر بگیرن دستشون، را بیفتن توی کوچه خیابونا، بعد محله هایی رو که هم میهنان آمیخته دارن با هم در کمال صلح و آرامش و دوستی و محبت زندگی میکنن و همه خودشون ایرانی میدونن، بگن خب این محله نمیدونم 30% آذری زبانه، خب شما حالا برین اونور اون محله هم بیشتر آذری زبانه، یه 30% کرد داره، این شما بیاید اینور، اینا برن اینور محله، میخوان حیدری نعمتیش کنن، اینا هنوز تو همون جوانین پدر سوخته ها. خب که مردم بابا میلیون های ایرانی با غیر همزبان خودشون ازدواج کردن، همه مردم خودشون ایرانی میدونن. این کثافتکاری های سده 17 و 18 اروپا چیه؟ شما دارین در سده 21 به خورد مردم میدین در اون شبکه مزلف و جلف آیت الله بی بی سی. بعد ببینید خیلی جالبه، مجری که مزدور MI6 و آموزش دیدشه میگه که دموکراسی موضوع ببینید بله میگه دموکراسی موضوع و مسئله ما نیست. خیلی ها گمان میکنن آها این پاسخیه که چیز میده، میگه اگر در تهران دموکراسی باشه موضوع، خیلی ها فکر میکنن موضوع حل میشه. نه، عدم تمرکز اساسه، یعنی تازه اینا
چرنداشون رو گفتن، داغ شدن، الان دارن به اون موضوع اصلی که بهشون دیکته شده اشاره میکنن. نمیشه ایران رو از تهران هدایت کرد و اشاره به بخشای آذرینشین و بلوچستان میکنه. شمس هم میگه تمرکز زدایی با توجه به تنوع ملی، ببینید الان اینجا دارن اون ذات و ماهیت پلید و پلشت خودشون رو میریزن بیرون. تنوع ملی یعنی چی؟ ما تنوع رامه، رامه میشه قوم، تیره، ما تنوع تیره‌ای داریم. آقا چند بار ما باید تو رستاخیز بیایم بگیم که استاد پروفسور مازیار اشرفی بناب که خودش از همیهنان آذریه، پژوهشی رو انجام داده بسیار گسترده، استخونای 10000 سال پیشو تا کسی که 5 سال 10 سال پیش مرده آزمایش دی ان ای، پژوهش دی ان ای انجام داده، تا کسانی که زنده هستن در سراسر ایران نمونه گیری کردن و میگه بیش از 90% مردم ایران دارای یک ریشه هستن و تبارشون به حدود 10000 سال دست کم میرسه. شما اصلا هیچ گفتتون منطقی نیست، بر پایه هیچ پژوهشی، نه اهل پژوهشی، نه اهل بررسی هستید، نه اصلا سند و مدرک تاریخی و دانشی یا علمی برای شما ارزش و اهمیتی داره. و میگه ما هیچ، آقای شمس هم میگه ما نگفتیم، ببینید دموکراسی دموکراسی میکردن، حالا میگن ما نگفتیم که دموکراسی همه مشکلات رو حل میکنه. و مسئله دیگه هم، آها اینجا خیلی موضوع مهمیه، میگه دموکراسی باید، ما دموکراسی چند ملیتی داشته باشیم، انگار مثلا شرکت‌های نفت جهانیه که شرکت‌های چند ملیتی هن. ببینید بارها گفتیم همیانان گرامی، افرادی که از واژه اتنیک، واژه ملیت، واژه ملت استفاده میکنن، اینها از سر تا به پا دشمن ملت ایرانن، بی هیچ رو درواسی تجزیه طلبن. حتی من نام تجزیه طلب خجالتی هم رو اینا نمیتونم بذارم، اینها بهشون میگن تجزیه طلبان تقیه کار. تقیه کار یعنی کسی که پنهانکاری میکنه، اینها خجالتی نیستن، خیلی هم پررو و بی تربیتن، به اینها باید گفت تجزیه طلبان تقیه کار. میگه قطعا بر عدم تمرکز باید پایگذاری بشه و جلوی فاجعه رو میگیره. در دراز مدت بعد از اینکه ما حکومت داشته باشیم میتونیم راه حلای پیدا کنیم. این جون عمت، یعنی میگه ما باید در ایران پس از رفتن جمهوری اسلامی هست یه سفره پهنه، یه گوشش هم ما میگیریم میخوریم از جمهوری اسلامی، و جمهوری اسلامی هم که رفت ما به عنوانی که اپوزیسیونش بودیم به صورت نمایشی و ظاهری و نقاب زده، ما میایم تو ایران و در حکومت شریک بشیم. حالا اونجا یه فکرایی برای این مثلا، نه آقا مردم ایران مشکلی با هم ندارن، مشکل مردم ایران جمهوری اسلامی عبری عربیه، شما هستین، مشکل موساد، مشکل MI6 یا MI6 و مشکل CIA. مردم ایران بغیر از این اون نامهایی که بردن، مردم ایران مشکلی با هم دیگه ندارن. خب بله، شمس به چی اشاره میکنه؟ میگه که بیشتر جوانان زیر تأثیر شبکه‌های اجتماعی هستن و گوناس تیوی ناسیونالیسم افراطی رو تبلیغ میکنه. خب اینا رو، گوناس تیوی رو فعلا بهش پرداختیم. و خب اینو ببینید که برای که ممکنه زمان نداشته باشیم، از دقیقه 43 تا پایان برنامه اگر بزرگواری کنید پخش بفرمایید که ما این برنامه، این جرثومه ها رو در بی بی سی ببندیم و بریم روی اسناد مدارکی که از خود شبکه‌های باکویی و شبکه‌های چه میدونم استانبولی و اینها ما با همیانان در میان بذاریم، که اینقدر آقای رزمی ترک 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 میکنه. آقای رزمی، شما یه آسیمیله شده خود ترک پنداری، ما امروز پاسخ تو رو، کسی مثل تو رو و هم پالکی های تو رو از برخی از برنامه های شبکه های تلویزیونی باکو و استانبول خواهیم داد. سپاسگزارم کدوان. از دقیقه 43 تا پایان برنامه ای میشه تصویر من رو اگر بردارید سپاسگزارم. تند و افراطی علیه آذربایجانی ها و یا کلمه آذری که آقای شمس هم استفاده میکنه تبلیغات میکنن، که برای حل مسئله به نظر من دو کار اساسی لازم است. یکی این که ادعای ارضی که احزاب کردی و بعضی از شخصیت های کرد در رابطه با آذربایجان غربی دارن دست بردارن، اونجا را استان ارمیه نگویند،
هی فریاد نزنن که ارمیه کردستان، نقد کردستان، اینو بردارن. حساسیت آسی میکنه آذربایجانی ها را. دومش، تا زمانی که اسلحه دست افراد غیر مسئول یا احزاب غیر مسئول باشه، مسئله امنیت حل نخواهد شد و اختلافات ادامه خواهد یافت. شما آقای شمس همرزم بودید، درسته، همفکر بودید و بعد از 40 سال الان به نظر میاد در دو کمپ متفاوت هستید، ولی در این حال دفاع از دموکراسی در کمپ متفاوت نیست. خب من میخواستم در واقع به اینجا برسم، در این حال میگید که اهداف مشترک دارید. آیا فکر نمی‌کنید این باید باعث بشه که سازمان‌ها، فعالین، بزرگان هر دو سمت، کرد و ترک، رسانه‌های دیگر، اینها در واقع یک پروژه مشترکی، یک کمپینی راه بندازن در خارج از ایران، با هم بشینن صحبت کنن و این پیام مهمی نخواهد بود به اون هویت طلبان جوان داخل کشور، چه ترک چه کرد، که باید همزیستی پیشه کنن و توی خیابون راه نیفتن، توی استادیوم ها علیه هم شعار ندن. این چرا اتفاق نمیفته؟ این چرا اپوزیسیون ترک و اپوزیسیون کرد در خارج از ایران با هم دور یک میز نمیشینن اگر دموکراسی خواهن؟ میان برای اینکه احزاب کردی، نمیخوام اسم افراد بخواد ببرم چون باشون صحبت کردم، تاکید کردم، بهشون گفتم، حاضر نیستن در هیچ جمعی باشن که اتوریته کرد در آن حاکم نباشه. یعنی در یه جمعی حاضرن باشن که اتوریته کرد در بالای اون قرار بگیره. سالها دفعات انجام گرفته، الان مثلا چند تا تشکلی وجود داره که به اصطلاح مختلطه، سایر ملل غیر فارس هم توشون، ولی همش در رأسش کرد هستن. چون این مسئله در میان این احزاب وجود داره، امکان نداره همکاری به اون صورت انجام بگیره. ببین در هر دو طرف افراط است، توجه کردید؟ ایشون میگن نقشه ارومیه، 100% با ایشون موافقم. اون شخصی که این نقشه رو کشیده اشتباه کرده. شخص من چیه؟ منظورتون اینه که نقشه‌ای هست که از جانب گفته استان ارومیه، توجه کردید؟ از جانب شماری از فعالیت این اصلا یک نفر یا اقلیتی هست اینجور فکر کنن. ما اتفاقا ما میدونیم آذربایجان رشته تاریخی داره، ولی مشکل اینه که دوستان آذری و ناسیونالیسم قومگرا آذری توجه نمی کنن که در استان آذربایجان، چون قبلا غربی و شرقی نبوده، یک ولایت مکری هم بوده، این تاریخ داره، توجه کردید؟ حالا تو این ولایت مکری مثلا ساوچبلاغ اسمش ترکی بوده ولی کرد نشینه، توجه کردید؟ یعنی از این نظر نه، اجازه بدید ما ببینیم. ما اتفاقا این ادعایی که کردها حاضر نیستن چون حامیانه تلویزیونای کردی، من واقعا میخوام از آقای رزمی میگه علیه ترکا یک نمونه امروز به ما نشون بدن بعد از جلسه، من واقعا امکان میتونن بذارن روی فیسبوک برنامه، اگه یافتن میتونن بذارن روی فیسبوک برنامه. وقتی این برنامه پخش شد برای ما بفرستید، ما روی فیسبوک بگذاریم. اما میخوام ببینم که اگر فعالین دموکراسی خواه کرد و ترک در خارج از ایران نمیتونن به گفته شما چنین دیالوگی داشته باشن، این چه پیامی میده به کسانی که در داخل کشورن و طرفدار این فعالین هستن، طرفدار این احزاب هستن، چه کرد چه ترک، این چه پیامی میده؟ ببینید این که نمیتونن با هم حرف بزنن تا زمانی که مردم در منطقه نمیتوانن با هم دیگر به اصطلاح در صلح و مسالمت آمیز زندگی بکنن، رفتن ما به این جهت به نوعی در واقع با اونها تقابل پیدا میکنه. آقای رزمی، مردم منطقه به نظر میاد عموماً با هم همزیستی دارن، جز موارد خاص. اتفاقا بحث در این برنامه اینه که چرا مثلا 10-20-30 سال با هم همزیستی دارن و یک مرتبه یک انفجار رخ میده، نشون میده اون زیر یک گسلهایی است. برعکس در خارج از ایرانه که فعالی نمیتونن با هم حرف بزنن ظاهرا. اینجوری هم نیستش، ما بارها طی این مدتی که در مهاجرت بودیم دفعات متعدد با احزاب کردی نشستیم، صحبت کردیم، به اصطلاح به راه حلای رسیدیم. من مدت 4 سال
در پاریس با دفتر حزب دموکرات رفت آمد داشتم، باشون صحبت میکردیم، مواضع مشخصی را بیان میکردیم از این نظر، ولی متاسفانه من به این نتیجه رسیدم که توافقهایی که ما با هم به آن نتیجه میرسیم نهایتا اجرا نمیشه، چون طرف مقابل نمیخواد قبول بکنه، نمیخواد اجرا بکنه، یا کسانی که پشت سر هستن اجازه نمیدن که این توافقی که بین من و تو ایجاد شده به طور کلی اجرا بشه. در این رابطه ما باز هم تاکید داریم به این که مردم در منطقه در صلح و آرامش زندگی بکنن. تا زمانی که 5 استان غربی ایران را تمام احزاب کردی میگن هوشهلات، کردستان شرقی، بعد میگن که آره ما هم برابر هستیم. آقای شمس، نباید اونها که مرجع هستن، احزاب به قول شما کهنه‌کار و 70-80 ساله، نباید بیان دقیقی جوری مدون کنن که تخریب نشه این روابط بین قومی، حداقل در سطح احزاب و فعالین، بر اثر گفته ها، نقشه ها، نمیدونم کامنت های غیر مسئولانه؟ حتما باید اینطور باشه. ببینید یه فاکتوری که هست، افراد از هر دو طرف، این نقش سوشیال میدیا هست، سوشیال میدیا جدید که در اون شبکه اجتماعی جدید، بله، که اینا خوب بالاخره کلاب هاوس نمیدن فلانه، اینا مردم حرف میزنن، توجه کردید؟ ما قطعا سر مسئله اگه زیادی خواهی نگرانی که آقای رزمی اعلام میکنن آذری ها داشته باشن، گویا کردها ادعای ارضی دارن، من واقعا میکنم فکر کنم تو این برنامه جای این نیست، ولی پیشنهاد من اینه که این مسائل ارضی اینها را میشه در طبق قانون با نظارت سازمان ملل با چیز با هم حل کرد. متخصصین، تاریخ دانان، این چیزی هست که میشه حل کرد به شیوه خیلی دموکراتیک. حالا هر چی اسم بذاریم، مثلا گویا ما 5 استاد، نه این که این حل میشه در جایی هم که سازمان ملل بوده حل نشده. حال مظلوم اینه که حل وجود داره. سوال اینه که ما الان ببینید ادعاهای تاریخی جاش اینجا نیست ما بحث بکنیم، درست کردید؟ ولی من به حرفم اینه، ببینید تو کردان تونراوی هست، من 100 درصد میدونم احزاب کردی اگر آنجایی که ایشون ادعا میکنه، من نمیدونم، میگن که با ایشون توافق کردن پیروی نکردن، ما انتقاد خواهیم کرد. اتفاقا شما که من آقای رزمی که هم رزم سابق بودیم، بقیه من آذریایی که میشناسم اینجوری نبودم، من هم امروزم با بخش زیادی از رفقای آذری سابقم که تو چون حزبی هم نیستم، تو احزاب اونا نیستم، هم فکرم سر این مسئله، توجه کردی؟ یعنی به مسئله توجه دارم، اینجوری نیست که همه ضد ما باشیم، ولی دو تا نگاه اینجا در مورد این مسئله به توافق نمیشه. یه نگاه اینه که فکر میکنه که این دو تا مردم نمیتونن با هم زندگی کنن، فقط به شرطی میتونن زندگی کنن، گویا کردها زیاده خواهی میکنن باید دست بردارن. شما در کجای دنیا دیدی اقلیت زیاده خواهی بکنه؟ شما یک نمونه برای من بیارید که در یک زیست چیز اون کسی که اقلیته به لحاظ قدرت سیاسی زیاده خواهی بکنه چیزی چیزه، ولی اینکه تو اون اقلیت افرادی باشن نقشه ارومیه بکشن، نمیدونم شعارهای گفتید دو نگاه، این نگاهش بود، نگاه دیگه چیه که گفتید مشکل سازه در ابتدای این صحبت ها؟ دو تا نگاه به این معنی مشکل سازه، یکی این نگاه پانترکیستیه که به نظر من کرد حراسی میکنه، توجه کردی؟ یه نگاهی هم هست که سپاه پاسداران کاملا آگاهانه از این مسئله سوء استفاده میکنه، با علم بر این که میدونه براش نیرو جذب کنه، به همین دلیل به عناصری در منطقه امکان میده که به این کرتراسی ادامه بده. ما اگه دوستان آزادی ما به توجه این ما باشه، ما میتونیم جو آرام بکنیم. بسیار خوب، خیلی ممنونم. به آخر پرگار این هفته میرسیم، ممنون از شما که این بحث رو تماشا کردید و همینطور از مهمانم. بله دکتر جان، تموم شد این داستان. بله خواهش معمول کردون، شنیدید مزخرفات اینها رو؟ بله، آخرش که دیگه خیلی جالب شد. آره اصلا دیگه این یه چند تا جمله کلیدی دارن که میشه گفت که جمله های کلیدی این برنامه، اصلا این برنامه انجام شد که این چند تا جمله گفته بشه. روشحلات و این پنج استان و بله، ببینید همیگنان گرامی، چون ما زمانمون ممکنه کم باشه، این رو من کمی با شتاب میگویم.